به نام پروردگار رنگ کمان، به نام یزدان، من محید طوسی هستم و خرسندم از اینکه منو دنبال میکنید. اومدیم به قسمت سوم، خرسندم از اینکه ما رو دنبال میکنید. جنگل آسفالت و خط فرضی. همونجور که دیدید، همونجور که خب شنیدین، بازیگر فیلم حالا جنگل آسفالت بازیگر خیلی سرشناس و جالبی و بد شروع کردن. همونطور که میدونید بازیگر جنگل آسفالت بی‌نظیرن. نوید محمدزاده. از امروز کسی اینجا بدون اجازه من آبم نمیخوره. سند بدون امضای من نمیره حسابداری. کسی از قبل خودش قول فروش نمیده به کسی. فشتو حسینی، امیر جعفری. آقای زکریای رازی، من الان یه بشکه باروتم، فیتیلم بنده به یه بیتربیتی، دارم بهت میگم پا تو بکش کنار، ضرر و زیانت من بی پدر میدم، منو به گندت مست کن. خانم ریما رامینفر میشه گفت نقشایی که انتخاب کردن، بازیگرایی که انتخاب کردن به شدت کلاس کار رو بالا برده. نسبت سن و نسبت سنهای گیریم به شدت جذابه، واسه همیشه گفت هم فضا سازی جذابی داره، هم بازی های خوبی است، هم فیلم نامه تا اینجایی که پیش رفته فیلم نامه خوب و قابل دفاعیه. و چیزایی که میخوام بگم چیز خاصی نیست، چون واقعا این سریال انقدر خوب و قوی کار شده، صدام گرفته بخش، انقدر خوب و قوی کار شده که میشه گفت جز 5 تا یا 10 تا فیلم برتر یه دهه اخیره. و من یه چیزی هم بگم راجع به این که من هی به دفترچه‌ام نگاه کنم، من ذهن پریشونی دارم و پرش افکار زیادی دارم، مثلا این ویدئوی بلند که میسازم چرت و پرت توش زیاد میگم. این دفترچه به من کمک میکنه که من اون چرت و پرت ها رو کم کنم و به این اضافه کنم، به داستانی که دارم میگم. راجع به داستان خود فیلمم، سریالم که بخوام بگم، اصلا سریال با یه دعوای ناموسی شروع شد که باعث که تو این دعوا یه نفر کشته میشه، یه نفر داره دیه جمع میکنه واسه برادرش که برادرش از زندان بیاره بیرون و میام قشنگ هم میخوره و سناریوی جذابی داره. و حتما ببینید، نظرتون راجبش حتما بذارید. خب اومدیم با خط فرضی. خط فرضی من دید خودم بخوام بگم یه فیلم متوسط رو به بالا بود، خوب بود نسبت به حالا بازیگراش که همه بازیگرای خوب و درجه یک بودن. آقای پورشیرازی بود، خانم سرور دولتشاهی بود، پژمان جمشیدی بود، اینا بازیگرای خوبی بستند و خوب هم بازی کردن. فیلم هم بد نبود، خوب بود. داستان از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که یه خانم و آقا به اتفاق بچهشون به یک عروسی دعوت میشن. عروسی اگر اشتباه نکنم دختر خاله یا دختر عموی مثلا همسر دولتشاهی، و حالا پدر خونه یا شوهر ایشون که پژمان جمشیدی هم از مخالفت میکنه و یه سری اتفاق میفته و باید حتما ببینید. نمیخوام زیاد راجع بهشون حرف بزنم که شو بشه. و فیلم نامش میشه گفت تقریبا موضوعش خوب بود. زیاد تا حالا من ندیده بودم به همچین موضوعاتی بپردازن، ولی خب تهش حالا بعد تموم میشه نسبت به
اتفاقاتی که میفته و قابل انتظارم هست. و ها این یه چیزی هم هست که من توی فیلم های دور زمان ساخته میشه خیلی روش تاکید میکنم، ریتم. حوصله آدم سر میره. ببین شما برادر لیلا که نگاه میکنی خستت نمیکنه، ولی این دقیقه همون مدلیه که آدم خسته میشه. حالا از فضاسازی ذهنی و اون دکوراسیون اینجور داستانی که بخوام بگیم، از یک تا ده میشه حداقل بهش 7 و 8 خیلی عالی بود از این بابت ها. ولی تو میگم ریتمش، اگر ریتمش رو یه ذره تونده تر میکردن خیلی بهتر میشد. میشد اوف جز فیلم های خوب میتونست باشه، خیلی خوب میتونست باشه. ولی میگم ریتمش یه ذره کند. و اگر میخوایی نظر من بدونید که بهتون پیشنهاد بدم برید این سریال رو ببینید، میتونم بگم آره حتما ارزش یک بار دیدن رو داره، با این حال که ریتمش کنده و یه ذره حوصله‌تون شاید صبره، ولی میارزه. مرسی دوستان رو همراهی کردید، امیدوارم خوشتون اومده باشه. با لایک و کامنت دوتا از من حمایت بکنید، راجع به این فصل حرف بزن که اگر خوشتون بیاد و فصل دوشو کار کنیم، حالا با یه فضاهای دیگه و احتمال داره که از یکی دو ماه آینده من کل فضام تغییر میکنه و امیدوارم خوشتون بیاد. عشق ببرزید، خودتون لایق عشقتون.